بله، کاملا درست اشاره کردن. برای کرایه خونه است، یعنی عملا اومده پاشو گذاشته، اسنپ اومد رفت سراغ بیزینست. درسته، ببخشید یه لحظه قطع شد صدا، من فکر کنم فهمید شما تموم شد، من شروع کردم به ادامه توضیح دادن. بله کاملا اطلاعاتی که اشاره کردین کاملا درسته، به همون اتفاقی که بله، ممنون از شما بابت اطلاعاتی که به اشتراک گذاشتین. بله دقیقا همینطور که اشاره کردم، و فقط میخوام بگم که اگه همچین داستانی هم اگر بیاد توی بازی بیت کوین، پس قابل پذیرش بودن بیت کوین و کریپتوکارنسی رو افزایش میده، و در عین حال شما شاهد این هستین که دیگه مردم اکسچنج هم نمیکنن، یه راست میزنن به دریافت خدمت، که حتی یه سری شرکت ها، توییتر هم حتی شنیدم که بحث اینو داره که پرداخت حقوق کار، قسمتی از حقوق کارمنداش رو بر اساس بیت کوین انجام بده، و یک کار با ارزشیه که میتونه این موضوع رو هیجان انگیزتر بکنه برای ما. داستان منتقد بودن که یه سری هم میگن بیت کوین پونزیه، حالا یه نظر دیگه، ما هم گوش میکنیم و احترام میذاریم به نظر همه، ولی اون کاری که خودمون صلاح میدونیم و فکر میکنیم درسته رو انجام میدیم. سال 2009 50 تا BTC میزدیم، با همین لپتاپی که جلوی روشنه میتونستید استخراج بکنیم. سال 2000 دوازده 25 تا 16 20 و 12 و نیم، و امروز که با هم داریم صحبت میکنیم 2021 هست، 6 و 25 بیت میگیریم، و در 3 سال دیگه این عدد نصف خواهد شد. هر چی که داریم میریم جلوتر نصف میشه و نصف و نصف و نصف، که سال 2032 میرسه به زیر 1، و از اون ور هی داره شناخت به این موضوع بیشتر میشه توی بازار، و اینکه با ارزشتر هم هست. تأثیرات آفینگ همینطور که توی این نمودار قبلا هم دیدیم باعث میشه که عین یه جکی که میخوره زیر یه سهم توی بازار کریپتو، تو بازار بورس، این اتفاق با هافینگ در روی قیمت میفته. و خدمتتون عارضم که این داستان، حالا خیلی نمیخوایم فلسفیش بکنیم، ولی یه چیز جالبی بود من چند وقت پیش میخوندم در مورد این بود که آدم، یعنی مثلا داشت پیش بینی میکرد 100 سال دیگه دنیا چه شکلیه. میگفت مثلا دنیا جوری میشه که شما بابت کاری هم که میکنی پول نمیگیری. هیچ اینا فیوچریستا میان در میارن اینا رو دیگه، شما بر اساس ارزشی که تو جامعه خلق میکنی میتونی از خدمات اون جامعه استفاده کنی، یعنی میتونی تاکسی سوار شی، سوار شدی خدمات استفاده کردی به واسطه کاری که مثلا داری انجام میدی و ارزشی برای جامعه خلق میکنی. واقعا جمع کردن همچین دیتایی و ارزش گذاریش و این وصل کردن اینه کار بسیار دشواریه، و خب شاید مثلا رو بستر بلاکچین امکان پذیر باشه. به هر حال جذابیت داره این بازار و ارزش اینه داره که برایش زمان گذاشتین، امروز امشب تو این تایم اومدین نشستین دارین گوش میکنین. انواع فورک هم با هم دیدیم، سافت فورک و هارد فورک بوده، که نمونه های هارد فورک رو بی سی اچ داشتیم و ای تی اچ که قبلا هم با هم صحبت کرده بودیم. فورک ها فرصت بسیار خوبیه که قبلش با گوش کردن و دنبال این محتوا گشتن در یک توییتر، دو بیت کوین تاک و سایر فوروم های معتبر بیان ببینم کدوم ارز داره فورکش میره، یه گوگل ساده هم بکنم خیلی به هم این اطلاعاتو میده، بعد بیام زودتر خریدش بکنم. ببینید چیز عجیبی نبوده من اومدم گفتم، و منم بر اساس دیتایی که خوندم یاد گرفتم، یه سری هم خودم تحقیق کردم دیدم من حرف درسته. من گفتم که تو اون اظهار نظری که چاپ شده از من بودم که من بشینیم که رالی داره شروع میشه، که افتاد، این اتفاق افتاد. ولی همون موقع هم خیلی ها مثلا نظرش اینه این پترن عوض شده دیگه، سال 2000 17 و نمیدونم 2012 اینا نیستش که تو فکر کنی همین اتفاق میفته تکرار میشه، و دیدیم اتفاق افتاد، محکمترش هم اتفاق افتاد. خب انواع فورک هم به من کمک میکنه که بتونم یه گین خوبی بگیرم، حواسم باشه گوشم و مثل سرخپوستا بزنم رو ریل آهن، زمان فورکی شد زودتر انجام بدم، در نظر داشته باشم که این فورک ها برای اینکه یه قابلیت جدیدی اضافه کنن، یه سری اختلاف نظرهای فنی رو برطرف کنن، و اصلا
این اگر چیزی هم باعث مثلا مثل ETH و ETC که اتریوم هست و اتر کلاسیک هست، بحثای اون فرادی که توش اتفاق افتاد، البته مبالغی که از دست مردم رفته بهشون برگشت داده شد، علی ای حال به درد بخور هست برای اینکه من بتونم توی سرمایه گذاری کنم و بدونم آگاه باشم که این بهترین فرصت برای کلاه برداره. چرا؟ جلوتر یه اسلاید جلوتر با هم میبینیم فورک هایی که بین بیت کوین توی بیت کوین انجام شده، تعدادش 41 فورک هست در دسامبر 2017، تعداد 19 فورک هم انجام شده، همونطور که توی صفحه میبینید این اتفاق به کرات انجام شده، هی فورک میزدن که از توی دلش بتونن چیزی در بیارن، یه بی تی سی بزنه توی کوین مارکت کپ، کلی از این فورکاش میاد کنارتون که میبینید مثلا حالا برای یه سری رفتن و میتونه یه فورک ناموفق باشه. من دارم تاکید میکنم به فورک بابت چیز استفاده این هستش که استفاده سرمایه‌گذاری این هست که اگر قرار شد روی بیت کوین یه فورکی بخوره، رو اتر یه فورکی بخوره، یا رو هر ارز دیگه یه فورکی انجام بشه هارد و ساب، چون تقاضا میره بالاش برای اینکه میخوان از همون ارزه بگیرن تو کیف پولشون نگه دارن و بتونن جایزه‌شو بگیرن و این سهام جایزه میمونه در بازار سرمایه، قیمتش میره بالا. خب من با هیچ کدوم از اینا بازم بگم دیگه، آدمی که میاد تو بازار بین المللی کار میکنه اصلا چی میگن احساس بی احساس دیگه، با هیچ کدوم اینا که ما ارتباط دلی که نداریم با این ارزا که بگیم ولش نمیکنم، نه تو اون بازاری که داره سود میده ازش گیم میگیرم، میام بیرون منتظر میشینم ببینم چی. اگر روزی رسیدیم بازار کریپتو جواب نداد، فرضاً بازار مثلا فارکس جواب میده، بازار مثلا کامودیتی جواب میده، بازار طلا جواب میده، بازار بورس و اوراق بهادار جواب میده، لحظه ای درنگ کردن خیانت به خوده. و کلاهبرداران فورکی هم که گفتم میان مثلا یه شبه دو شبه کیفای پول درست میکنن، اپلیکیشن درست میکنن، سایت درست میکنن، میگن ما ساپورت میکنیم، فقط با یه جستجوی ساده به این نتیجه میرسیم که اینها حرف اشتباهیه، پس نمارد منابع مالیم ببرم اونجا. سوال، خب کجا نگردارم؟ تو که همه جا رو میگی نکنید، تحریم این فلان بهمان کیواسی به ما نمیدن. کیف پولهای معتبر نرم افزاری و سخت افزاری فوق العاده برای مسئله مهم و با ارزشه، از همین الان که وارد این بازار شدین ازش استفاده کنین. آها راستی، ببینید در خصوص چون یکی دو تا دیدم پیام اومده بود که مشکل دارن تو خرید کیف پول. کیف پول های سخت افزاری تو ایران هم هست، تو سایت های مختلف میبینید، این سایت هایی که مثلا دارن اکسچنج میکنن پول براتون این ور اون ور میفرستن اکثرشون دارن. فقط نکته مهم در انتخاب کیف پول درست اینه که باید یه سری فاکتوراش رو دقت بکنی، این که مثلا ریکانفیگش نکرده باشن، یعنی شما اصلا با یه دست دو نباشه، تقلبی بودنش هم زمانی که وصل میشه به لپتاپتون برای چیز اتصال به یه بار اتصال به اون و ساختن اون آدرس ها توی کیف پول اصلیتون، این اتفاق اونجا براتون مشخص میشه که اینجوری نباشه، یه سری متعلقات داره که اون متعلقات هم باید کنارش باشه. توی ایرانی کارت هم بگردین شاید بتونید، من دیروز داشتم یه خریدی ازش انجام میدادم، یه سرویسی داشتم ازش میگرفتم، دیدم که کیف پول سخت افزاری داره ولی دیگه چک نکردم که موجود هست یا موجود نیست. ببینید ازش استفاده کنید، توی وبسایت میهن بلاکچین و اینایی که فارسی هستن تو حوزه کریپتو کار میکنن، اونها هم از این سخت افزارا میارن. لجر نانو ایکس نمیدونم مشکلی که میفرمایید چیه، چون قابلیت های پورتابلی خوبی دارن رون. کلا لجر نانو، اصلا کلا کمپانی لجر، بحث اینه که اینا چون یه بار هک شده، سایتش هک شده، کیف پول هک نشده، اومدن ایمیل و آدرس و تلفن و تمام مشتری رو از اون تو زدن رفته، حالا نمیدونن از بیرون خوردن یا از داخل کسی برداشته برده، هنوزم جوابی مشخص نشده. تهدیده امنیتی متصورن که مثلا حالا اروپا، اتحادیه اروپا خیلی استاندارد ویژه‌ای داره که آقا مثلا الان میدونن این آقایی که در فلان جا نشسته یا این خانمی که در فلان جا نشسته یه کیف پول داره، خب این براش یه تهدید امنیتی میتونه باشه. لذا باید دقت کرد که به این مسئله اگر میگن ریسک داره چی هست، چرا مشکل داره، توضیح مخصوص
مخصوصا روی ERC20 ها. و پس چی بگیریم؟ حالا دوستان دارن به خودشون مسئله حل میکنن دیگه، منم برم زد. شاخص های بیت کوینی، ببینیم ما یه قسمتی که مغز دوره ما میشه همین دوره شاخص هاست، NVRV و NVT و WAP و RVT و S2F و S2FX و این امثال هم. من اومدم اینو تیکه تیکه میکنم و میخوام توی این جلسه، جلسه بعدی و جلسه بعدتر این توضیح کامل در خصوص این ارائه کنم. تکنیک حالا Market Value to Realize Value NVRV میدونن، Stock to Flow Deflection S2FT، NVRVZ Score و دو مدل دیگه که اینجا میبینیم. امروز میخوام در مورد دو تاش باهاتون صحبت بکنم که با ارزش هم هست. بحث NVRV رو ما قبلا هم دیدیم و میاد ارزش تحقق یافته بیت کوین رو نگاه میکنه. حالا بریم سراغ سایتش. من میخوام رو سایت بهتون نمایش بدم که این دیتا رو داره لایو ما نمایش میده. خب من آدرس اینو بگیرم اینجا برای شما هم بذارم. این آدرس هم اینجا برای شما شیر بکنم. دیگه چی داریم اینجا آدرس؟ یکی از دوستان آقای جوادی پور فکر کنم برای من این لینک هم فرستاد که برای شما هم بزنم اینجا. خوبه من اینو پلن کرده بودم این باز کردنه تو همون بریکه انجام بشه که شما همزمان که دارین استراحت میکنم من اینا رو بزنم این صفحات بیاد بالا، که حالا دیگه انرژی بالا بود گفتیم بریم تا آخرش. دو تا وبسایت بسیار بسیار با ارزشه. یکی از این وبسایت ها گلاس نوت هست، اطلاعات بسیار بسیار ارزشمند و تحلیلی در حوزه بازار کریپتو به ما ارائه میکنه. پیشنهاد میکنم که حتما یه نگاهی بهش بندازین. یه وبسایت دیگه هم هست به نام Into the Block که گزارش تحلیلی خیلی خوبی مینویسه و میتونیم از گزارش تحلیلیش استفاده کنیم. یه چند تا مجانیش رو من براتون گرفته بودم گذاشتم شیر کردم که انشالله ازش بهره مند شین. بهتون کمک میکنه که چی؟ بیام روندها رو شناسایی کنم. همه این داستانایی که ما میگیم تویترش کم شده زیاد شده، هش ریتش بالا رفته پایین اومده، کوریلیشنش با این کم و زیاد شده، شاخص گاوی و خرسیش چه تغییراتی کرده، احساسات در موردش چی میگه و شاخصای که الان تو همین صفحه تو تکنیکای ام وی آر وی و امثال هم میبینیم تو هر کدومش چه جوریه و تش اومده یک جنبندی و پیشنهاد گذاشته. از توی این سایت ها میتونید استفاده. نسخه ترایلش فکر میکنم مثلا یه هفته ده روز امکانش هست ببینید چه خبر. تو حالت پروفیشنال، پروفیشنال پلاسش باید هزینه بدی که برات خب حالا باید ببینید میصرفه یا مثلا چند نفری با هم بگید یا حالا من ببینم تو مسیر میتونم باشون به نقطه خوبی برسم یا اینکه بعد دنبال راهکار دیگه ای بگردم. NVRV رو ارزش تحقق یافته رو اومدیم گفتیم که بین 1 و 4 باید در نظر بگیریم که دامنه این هست. فیلتر شکن هم همه اینا میخوان به خاطر اینکه مطابق معمول یه اتفاق باحال افتاد. این کورسا هست که درس تو حوزه مالی هست، دنبال یه دوره میگشتم دیروز پریروز بود دیروز یا پریروز زدم که ببینم زدم